جمهوری اسلامی ایران بعد از ناامیدی از همکاری‌های بانکی آمریکا و لغو کامل تحریم‌ها مجبور شد تا حدودی با اتحادیه اروپا کنار بیاید. دلیل آن هم مصاحبه نشریه دیپرس چاپ وین با ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران است. رئیس بانک مرکزی ایران که در حال حاضر در وین است، در این مصاحبه میگوید آمریکا برای ورود ایران به بازار پول و سرمایه جهان اشکال تراشی میکند و ایران کلی معاملات خود را با اتحادیه اروپا با یورو انجام خواهد داد. مفسر روزنامه دی پرس می نویسد معاملات پولی جمهوری اسلامی با یورو بخشی از پیروزی در محدوده مشکل فزاینده اقتصادی ایران است، اما باعث خواهد شد بانک‌های ایران با کمبود دلار مواجه شوند. در حال حاضر ایران اولین کشور نفتخیز جهان بعد از جنگ جهانی دوم است که نفت خود را با ارز دیگری غیر از دلار وارد بازار می کند. همجوار با کوشش‌های کارشناسان اقتصادی ایران در اروپا برای تشویق آنها به سرمایه گذاری در ایران، در گزارش‌های اقتصادی می‌خوانیم که ایران درپای ورود سرمایه به کشور را باز کرده، اما درپای آزادی در این کشور هنوز گشوده نشدند. کریستوف زیدلر، کارشناس اقتصادی اروپا، از دفتر خود در بروکسل می نویسد هنوز سفرهای زیگمار گابریل، معاون مرکل و دیگران به ایران آنچنان که بعد از پایان تحریم ها تصور می رفت موفقیت آمیز نبوده. وی به گفته سفیر اسرائیل در آلمان و کارشناسان سیاسی بلند پایی تادی اروپا استناد کرده می نویسد نمی توان مانند یک کشور معمولی با قواعد دموکراسی به ایران نگاه کرد. این کشور می تواند لحظه‌ای حتی شرایط بین المللی را زیر پا بگذارد. بنابراین نباید از بانک‌ها انتظار بیشتری داشت. نکته مهم دیگری که روز گذشته به اخبار اقتصادی در رسانه‌های گروهی تکان داد، موافقت عربستان سعودی با ایران است و قرار شد تولید نفت در سطح 32.5 تا 33 میلیون بشکه در روز بماند، یعنی روزانه 750 هزار بشکه کمتر از تولید فعلی. مفهوم کاهش تولید از روز گذشته با افزایش قیمت نفت در روتردام روشن شد. اگر نفت به سطح 50 دلار برای هر بشکه برسد، ایران از این طریق می تواند هزینه تولید و فروش را در یک سطح نگه دارد. ایرج ربیعی، آلمان. جمهوری اسلامی ایران بعد